بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شاگرد از امیدوار هستم که جور سعادتمند و سرحال باشین و یک روز خوب و خوش و با انرژی را آغاز کرده باشین، درسایتان را خوانده باشین، کارهای خانگیتان انجام داده باشین و در درس امروزی ما آمادگی داشته باشین. درس امروز ما صفحه 5 کتابتان، مضمون بیولوژی یا آکسفورد و صنف 9. خب شاگرد عزیز، درس امروز ما صفحه 5 کتابتان Human Teeth and Their Function، دندان ها و وظایف ایشان، که حال با هم یک جا میخوانیم. The structure and function of the human tooth are shown in the diagram below. This type of teeth is called a molar, found towards the back of the jaw. The diagram above right shows the 4 different types of human teeth and the part each of them plays in mastication. خب شاگرد عزیز، حال با هم یک جا میخوانیم و معنا میکنیم human teeth and their function، دندان ها و وظایف ایشان. The structure and function of the human teeth are shown in the diagram below. میگه که ساختار و کاربرد امی دندان های انسان در بخش امی دیاگرام در امی قسمت پایان به شما نمایش داده شده است. This type of teeth is called a molar, found toward the back of the jaw. و او قسم او دندان هایی که به روبرو و عقب جوف دهان پیدا میشه او را به نام دندان های مولار یاد میکنه. The diagram above right shows the 4 different types of human teeth. دی دیاگرام که در پایان میباشه به شما نشان داده شده 4 نوع مختلف از دندان های انسان ها را، and their part each of them plays in mastication. و امی کارکرد از یاره در طبابت همچنان نشان داده است که چی کارها را در بدن ما انسان ها انجام میدهند. خب شاگرد عزیز، قسم که همه ما و شما خواندیم گفته که کاربرد و کارکرد دندان های انسان در این بخش پایان نشان داده شده. حال با هم میخوانیم که ما 4 نوع دندان داریم. یک دندان کنین است، مولار است و پریمولار و انسیزور. قسم که به معنای فارسیش دندان کنین امو دندان های نیشی را میگن، دندان مولار آسیاب بزرگ این قسمت ها، قسم که در شکل هم به شما دیده میشه صفحه 5 کتابتان هم متوجه باشین، این مولار میباشه، دندان های آسیای بزرگ میباشه. پریمولار از مولار که خردتر میباشه، آسیاب کوچک برش گفته میشه. و دندان های انسیزور هم دندان های صنایع گفته میشه که 4 دندان پایان به نام دندان انسیزور یاد میشه. دندان کنین یا همون دندان نیشی رو میخوانیم. کنین آس استرانگ اند بوند فار ترینگ فود. گفته کنین بسیار دندان های محکم میباشه به خاطر قطع کردن و پاره نمودن غذا از استفاده صورت میگیره. فار اگزمپل، به طور مثال، یو مید یوز دم تو tear of a piece of tongue meat. و از این دندان ها بخاطر قطع کردن گوشت یا خوردن گوشت استفاده میشه. مولارز و دندان های مولار، مولارز are broad and flat on top for crushing and grinding food. و امی دندان های مولار که می باشه برای خرد کردن و قطع کردن مواد غذایی از این استفاده میشه و همچنان این دندان های مولار دندان های صاف می باشه. و for example، به طور مثال، you may use them for grind up nutmeg. و ای با و به طور مثال به خاطر قطع کردن مغز خسته از استفاده کردن میشه صورت میگیره. و دندان که خسته میخورین از دندان های پریمولار استفاده میکنین، مولار. و دندان سوم پریمولار است که پریمولار شیر features of both canine and molar. دندان پریمولار که است که در بین دندان های در بین امی کاراش امی می باشه که هم مثل دندان های کنین و هم دندان های مولارز کار هر دوی زیره میتونه انجام بده. فار اگزمپل، به طور مثال، یو مید یوز دم فار ترنینگ اند گرندینگ فود. ای به خاطر استفاده کردن و قطع کردن غذاها از استفاده صورت
میگیرد. انسیزور دندان انسیزور رو میخوانیم. انسیزور آر شارپ اند بلاد لایک فار کاتینگ فود. و این همچنان نیش انسیزور دندان اسم می باشه که شکل تیغه‌ای می داشته باشه و به خاطر قطع کردن غذا همچنان از استفاده صورت میگیره. فار اگزمپل و در مثال یو میت یوز دیم فار بیت اینتو ان اپل. به خاطر قطع کردن یا چک زدن سیب از این دندان ها استفاده صورت میگیره. خب شاگردان این لغات که بردان بیر نویشده فکشن وظایف گراندینگ به معنای جمع‌آوری. شاگردان عزیز قسمه که خواندیم دندان ها و وظایفشه که ما چهار نوع دندان داریم: دندان کنین، مولار، پریمولار و انسیزور. دندان کنین به معنای دندان نیشی، دندان مولار به معنای آسیاب بزرگ، دندان پریمولار آسیاب کوچک و انسیزور به معنای دندان صنایع یاد میشه. دندان کنین، دندان کنین به خاطر قطع کردن و پاره کردن غذا از استفاده صورت میگیره و زیاد قوی میباشه. مثلا به خاطر خوردن و قطع کردن گوشت از این دندان ها استفاده میشه. و مولار هم آسیاب بزرگ میباشه که این دندان صاف میباشه و همچنان دندان هایی میباشه که به خاطر قطع کردن غذا همچنان از استفاده صورت میگیره و دیگه زیاد وقت که به طور مثال به خاطر میده کردن خسته زمان که خسته میخورین از دندان ها استفاده میکنین. پریمولار امو دندان هایی میباشه که بین دندان های کنین و دندان های آسیاب بزرگ میباشه، یعنی کار هر دور انجام میده. مثلا و به خاطر استفاده کردن یا قطع کردن غذاها و پاره کردن غذا همچنان از این استفاده صورت میگیره. انسیزور هم دندان های صنایع میباشه که دقیقا چهار دندان قسمت پایان قسمت در شکل میبینید اینه به نام دندان های صنایع یا انسیزور یاد میکنه که این دندان ها همچنان به خاطر قطع کردن غذا استفاده میکنه و شکل تیغه‌ای را میداشته باشه. به طور مثال به خاطر چک زدن سیب از این دندان ها استفاده صورت میگیره. خب شاگردان عزیز امیدوارم درس امروز ما مورد مفیدیتون قرار گرفته باشه و یاد گرفته باشین. کارخانگیتان امین میباشه که قسمی که دیدیم وظایف هر دندان به شما در اینجا نشان داده است و به ما مثال هایی میاریم که توسط دندان کنین کدام غذا بیشتر مثل که گفتن گوشت زیادتر توسط دندان خورده میشه. مثال هر مثال دیگه که غیر از کتابتان دیگه مثال ها را به ما کارخانگیتان همی میباشه که توسط دندان صنایع چی را خورده میتونین توسط آسیاب کوچک. در کل که همیش در خورد کردن و قطع کردن غذا صحیح میباشه، اما قسمت کتابتان گفته شد هر کدام کارکرد خاص خود میداشته باشه. مثال های دیگر هم میارین و به درس روز آینده تا آمادگی میگیرین که درس روز آینده ما انواع دندان هاست که دو قسم دندان ها میباشه که با هم یک جا انشاءالله میخوانیم. در خانه باشین، از ماسک و دستکش استفاده کنین، از سبزیجات و میوه‌جات بیشتر استفاده کنین تا در ویروس مرض ویروس کرونا قرار نگیرین و خود و فامیل دوستانتان را نجات بدین. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امیدوارم که یاد گرفته باشین. تا دیدار بعد، بدرود. الله حافظ و نگهدار همه شما.